مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. جلسه سوم از مبحث ولایت مداری ضرورتی عقلانی 50 دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء و لعن الدائم الى اعضاه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مسئله ولایت قبل از اینکه یک مسئله شرعی باشه یک مسئله عقلیه و ما نباید با مسئله ولایت صرفاً به عنوان یک مفهوم معنوی برخورد بکنیم. به چه معنا عقلیه؟ به این معنا که شما حساب حق خدا بر مردم رو بگذارید کنار، اینکه خداوند متعال بر انسانها حق داره و همه حقوق عالم مربوط میشه به حق خدا بر بندگان و خدا طبیعی است فرمانی بده همه باید اجرا کنند. از جمله فرامین مهم حضرت حق هم امر ولایت، کسانی رو مأمور کرده که از جانب پروردگار به اداره حیات مردم بپردازند. این یک بعد ماجراست، اما فقط نباید به این بُعد نگاه بکنیم، بلکه وجوه عقلانی ولایت حتی منهای توجه به امر پروردگار و حق پروردگار اینقدر آشکاره که نمیشه از کنار مفهوم ولایت صادرت شد. اگر خدا امر نکرده بود، اگر خدا حق خودش رو بر حکومت روی انسانها اعمال نکرده بود با مفهوم ولایت، ما چجوری می‌خواستیم زندگی کنیم؟ الان دیگه عقل بشر رشد کرده، الان تجربه بشری خیلی میتونه کمک بکنه. الان دیگه قدیم نیست که هزار تا تصور انسان داشته باشه برای انواع شیوه های زندگی اجتماعی و انواع حکومت ها. الان راه ها بسته است، محدودیت وجود داره، کسی نمیتونه حرف مفت بزنه. یه زمانی اول انقلاب چندین راه موجود بود در ذهن مردم برای نحوه های حکومت. اون زمان حضرت امام فرمودن جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. بعضی ها میگفتن جمهوری دموکراتیک خلق، بعضی ها میگفتن جمهوری اسلامی نیاریم، بعضی ها جمهوری بالاخره دموکراتیک اسلامی میگفتن. گرایش های متعددی حرف می زدن، مدل های مختلفی برای حکومت رو پیشنهاد می دادن. اما رفقا ما الان داریم زمانی زندگی می کنیم که مدل دیگری برای حکومت نیست. این خیلی جالبه، این خیلی باید مورد توجه ما قرار بگیره. حالا به این بعد عقلانی ولایت وقتی توجه بکنیم، آثارش در آداب و آیین ولایت مداری چجوری ظاهر میشه خیلی جالب خواهد بود. آثارش در اقتدار جامعه اسلامی و اقتدار ولایت که منشأ اقتدار جامعه اسلامیه خیلی قابل توجه و جذاب خواهد بود. اصلا ولایت مداری یک امر عقلانیه.
جامعه ولایی باشد، این یک امری است که عقل اقتضا میکنه. در روایت داره که میفرماید مؤمن از روی عقلش اجتناب میکنه از گناهان، عقلا اجتناب میکنه. یا در آیات کریمه قرآن هست، عقل منفعت طلب شخصی خودت رو وقتی به میدان بیاری، آیه قرآن برات حرف میزنه، میفرماید که ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها، شما کار خوب انجام بدید به نفع خودتونه، بشینید محاسبه کنید، اگر عصیانی انجام بدی به خودت ضربه زدی. حالا ما ببینیم که راهی برای زندگی اجتماعی غیر از ولایت هست، این رو روش فکر کنیم. راههایی که بشر تجربه کرده میلیارد که نبوده، که 7-8 تا هم نبوده، 3-4 تا بوده، راه دیگه ای رو بشر تجربه نکرده. در طی قرون و اعصار شیوه هایی که وجود داشته برای این که مردم بتونن زندگی اجتماعی خودشون رو سامان بدن، این شیوه ها بسیار محدود هستن، خارج از 3 مورد کلی بیشتر شاید نباشه، که آخرین موارد مقبول و معتبر بین مردم هم در تاریخ تجربه بشر فرو ریخته. اصلا ما بحث ولایت فقیه رو هم بگذاریم کنار، بحث اعتقادی امامت رو هم بگذاریم کنار، بحث حق و امر پروردگار رو هم بگذاریم کنار، خود چجوری میخواییم زندگی کنیم؟ اینجا رو باید بهش نگاه بکنیم. نقطه عزیمت ما برای توجه به آیین ولایت مداری در جلسات قبل تاریخ کربلا بود. در جلسات قبل به این پرداختیم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام ولایت مداری رو به مردم کوفه داشتن گوش زد می کردن و می فرمودن شما ولایت مدار نیستید، و همون ولایت مدار نبودن منجر شد به این که امر کربلا پیش بیاد. حالا از اون بحث بگذاریم، بیایم ببینیم آداب ولایت مداری چیه. اول خود ولایت مداری رو ببینیم چی هست. ولایت مداری یه نوع زندگی اجتماعیه، یک تدبیریست برای سامان دادن به حیات اجتماعی، که این تدبیر بسیار تدبیر مدرن، بسیار تدبیر جدید و جذابی هم هست تو جهان، خیلی تدبیر عاقلانه‌ایه. حتی بدون وحی و نبوت هم شما میتونید تصور معقولی از ولایت داشته باشید. میشه این بحث ها رو مطرح کرد. کسی نگفته رو نگاه نکن، خیلی راه‌های نرفته است تو عالم علم، تجربه و تعقل که نرفتن دیگران نگفته باشن که ملاک نمیشه. که یک کمی درباره عقلانی بودن یک نظام ولایی با همدیگه صحبت بکنیم. دو نوع بسیار اساسی وجود داره برای اداره حیات اجتماعی بشر. یکی این که در میان جامعه انسان‌های دیکتاتور مآبانه بر دیگران به دلایلی جلو افتاده باشن زور بگن و زندگی‌های مردم رو اداره بکنن، خیر یا شر رفتار بکنن، دو کاری نداریم. مشهور این جور نظام‌ها به نظام‌های دیکتاتوری، یک نفر یا یک گروه خاصی بر عموم مردم حکومت کنه. این یه مدله، در طول تاریخ هم این مدل اکثرا استفاده شده. امیرالمؤمنین علی علیه السلام این مدل رو بر هرج و مرج ترجیح میده،
اونجایی که فرمود که جامعه باید یک امیری داشته باشه، بر یا فاجر. بالاخره هرج و مرج که نمیشه که، فاجر باشه در اداره جامعه نظمی ایجاد میکنه، خیانت هم میکنه، ولی بی نظم نمیشه زندگی کرد. این مدل بر هرج و مرج ترجیح داره، هرج و مرج هم دوامی نداره، اصلا نمیشه هرج و مرج باشه، از دل هرج و مرج دیکتاتوری در میاد، باز هم اصلا امکان نداره بگیم بله یه جایی بود مدت‌ها با هرج و مرج زندگی میکرد، اصلا امکان نداره. بالاخره تو این هرج و مرج یکی به زور رئیس میشه، به فریب رئیس میشه، به حق رئیس میشه، بالاخره یه رئیس پیدا میکنه جامعه. یه مدل این هست که افرادی بر جامعه مسلط بشن و خودشون رو در تسلط بر جامعه به زور بر جامعه تحمیل بکنن. حالا دیگه وقتی به زور تحمیل کردن بر جامعه خوب عمل بکنن یا نه، مقبولیت کسب بکنن یا نه، این یه حرف دیگه است. حالا شاید بشه اسم این رو دیکتاتوری گذاشت، منتها چون ما یه نوع کلی رو داریم صدا میزنیم، دیکتاتوری شاید مدل‌های بد اینجور حکومت باشه، مدل‌های خوبش رو که فرضاً مثلا تصور میشه زیاد هم پیش نیامده اسمای دیگری آدم بتونه بگذاره. یه مدل اینجوریه. یه مدل دیگه چیه؟ یه مدل دیگه این هست که مردم خودشون بر سرنوشت خودشون حاکم باشن و مردم خودشون همیشه تعیین بکنن که چه کسانی بر اونها حکومت میکنن، چه کسانی به نمایندگی اونها امور رو مدیریت بکنن، که حالا اسم کلی مشهورش میشه دموکراسی. در این که دیکتاتوری روش مذمومیه و نمیشه به هیچ وجه دیکتاتوری رو کنترل کرد که حتما به صلاح مردم عمل بکنه، هیچ تردیدی نیست. و در این که الان ببینید ما تو این زمانی، ما این حرف این زمانه ماست، این تجربه 100 ساله اخیر بشری به صورت بسیار عالی و شفاف در خدمت این دو سه کلمه قرار میگیره. میلیون ها کشته در سراسر جهان، غارت ها و چپاول ها به شیوه های مدرن در سراسر جهان، به کمک همین یک دونه کلمه، به کمک همین تجربه بسیار گرانسنگ در آمده. مردم بر سرنوشت خودشون حاکم باشن، این امکان نداره. وقتی شما میگید مردم حاکم باشن، در جریان حکومت مردم بر خودشون لایه‌های نفوذ پدید میاد، باندهای مافیایی قدرت شکل میگیره، یا به صورت رسمی در احزاب این باندهای نفوذ و قدرت سازماندهی میشن و سرمایه‌داران و پولداران و نمیدونم زورمندان به صورت‌های گوناگون از این ناحیه به بهانه و به اسم رأی مردم بر مردم حکومت خواهند کرد. و یا اینکه بدون سازمان‌ها و نهادهای رسمی به صورت لابی‌های نفوذ سیاسی بر جامعه مسلط خواهند شد. امروز تجربه بشری نشون داده اگر جایی بگن حکومت اینجا مردمیه، در دست مردمه، بلا فاصله باید پرسید خب حالا پس دست کیه؟ چون دست مردمه که یه حرف خنده داره، باید بگی در اختیار کیه؟ کدوم نفوذ پشت پرده ای؟ کدوم نفوذ پنهانی داره جریان رو اداره میکنه؟ کدوم سرمایه‌داری، کدوم زورمداری پشت پرده‌ای مزورانه داره کار رو اداره می‌کنه؟ این رو بنده الان عرض نمی‌کنم خدمت شما. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر آیه 200 سوره آل عمران، آخرین آیه سوره آل عمران، شاید 40 سال پیش، شاید
50 سال پیش. ایشون اون زمان نوشتن که دموکراسی بدتر از دیکتاتوریه. دیکتاتوری معلومه کی داره ظلم میکنه، در دموکراسی معلوم نیست کی ظلم میکنه. قدرت‌هایی که این وسطه، این میانه رشد میکنن و به صورت مافیایی و به صورت نفوذ و لابی و به صورت حتی سازماندهی شده به نام احزاب سلطه پیدا میکنن بر مردم و مردم بر آنها هیچ اختیاری ندارن، اونا رو چیکار میکنیم؟ خیلی آبرومندانه تر از دیکتاتوری در دموکراسی ظلم میشه، خیلی بی آسیب‌تر، بی ضررتر دیکتاتورها در دموکراسی ظلم میکنن. یه چهره میفرستن جلو احزاب به نام رئیس جمهور. مثلا رئیس جمهورهای آمریکا شما فکر کنید آدمن؟ مثلا عددی هستن تو این وسط. بعد اینا سیبل میشن، مردم فوششون میدن، تو همه جهان عکسای اینا رو آتیش میزنن، این عروسک رو برمیدارن یه عروسک دیگه میذارن. اگه حداقل یه دیکتاتوری اونجا بود دادن میزدش خلاص میشد. خب حکومت صدام که خیلی بهتره، که حکومت آل سعود که خیلی بهتره، بالاخره آدم میدونه با کی طرفه. یه مملکت کردن به اسم خودشون، عربستان سعودی، این مملکت مال ماست، شما تو خونه ما زندگی میکنی، این جاده همش تو حیات خونه ماست، چاهای نفت گوشه خونه ماست، مکه هم افتاده تو خونه ما، این مجبوریم سرپرستی کنین دیگه، این گوشه حیات خلوتمونه. آدم میفهمد دقیقا با کی طرفه، سر و ته قصه پیداست. البته کاش این دیکتاتورها وابسته نبودن، بازم بهتر بود اگه وابسته نبودن. یه کسی، یه فرعونی بودن برای خودشون، یه اسکندر مقدونی بودن برای خودشون، باز آدم تکلیفش روشن‌تر بود. باز برای بقای حکومت خودشون حداقل یه مقدار عقلانی تر عمل میکردن، زورگویی هاشون هم توأم با یه نوع عقلانیتی بود برای ادامه حکومت خودشون. الان گوششون دست استکباره، بیا استکبار طمع میکنه خودش بیاد تو منطقه، صدام بدبخت رو ور میداره. وقتی ورش میداره میگه میام نابودت میکنم، یه نابودش میکنه. صدام هم بدبخت نمیتونه بگه بابا من بالاخره یه پادشاهی دارم اینجا برای خودم، میخوام پسرم بعدش رئیس جمهور بشه، میخوام مثلا برادرم بشه، بی خود. حالا ما اینجوری مصلحت فهمیدیم، اینجوری مصلحت تشخیص دادیم. دو مدل حکومت هست، یا دیکتاتوری آشکار یا دیکتاتوری پنهان. غیر از این دو مدل روش دیگه ای هم اگر هست بیارید برای ما ببینیم مثلا کجا بوده. خیالی هم کسی صحبت نکنه، تجربه بشری هزاران سال حکومت بر مردم بوده. اینا چجوری میشه با این پیچیدگی که امروز جوامع پیدا کردن؟ نظام ولایی یه نظامیست غیر از این دو شیوه. یه عده‌ای خودخواسته بر مردم حکومت بکنن، با زور و خودشون رو تحمیل بکنن بر دیگران، این یه مدل حکومته. یه عده‌ای به نام رأی مردم، شاید بسیاری از این حکومت‌های دموکراتیک ابتداءً واقعاً دموکراسی توشون بوده، شاید، من اینو انکار نمی‌کنم، واقعاً مردم رأی دادن، ولی علوم سیاسی داره به ما میگه، تجربه بشری داره به ما میگه حکومت‌های دموکراتیک بعد از یه مدتی نصیب لابی‌ها و نفوذها میشه. دو تا حزب بیشتر تو آمریکا وجود نداره، فقط همین‌ها باید حکومت بکنن، راه به کس دیگه نمیدن. هر کی بیاد بالا سرمایه‌دارها اونها رو چپاول میکنن. اگه سرمایه‌دارها مصلحت بدونن کی بیاد جلو، او جلو خواهد اومد. این که دیگه از مسلمات تاریخ معاصر ماست. آمریکا هم مهد دموکراسیه، هیچ
کشوری تو جهان نمیتونه بگه من در آزادی به معنای دموکراسی و حقوق بشر جلوتر از آمریکام. یه زمانی بود که حالا این توضیح و حاشیه‌ای بدم بعد برگردم به بحث، یه زمانی بود میخواستن ولایت فقیه رو بررسی بکنن، میگفتن چقدر ولایت فقیه دموکراسی رو تضمین میکنه. واقعا ما مجبور میشدیم پاسخ بدیم، ولی الان مسخره تر از این سوال نیست. اینقدر ننگین شده دموکراسی، یه رقمش 1,000,000 کشته در عراقه، این نتیجه دموکراسیه. من اینو بارها عرض کردم خدمت دوستانمون. الان میخوایم مقایسه ای صورت بدیم، ما تو کشور خودمون میگیم ما به سوی دولت اسلامی حرکت میکنیم، ادعایی هم نداریم. آیا مملکت ما اسلامیه؟ سعی میکنیم انشالله آدمامون انشالله مسلمون تر بشن، ساختار اقتصادی اسلامی تر بشه، بفرمایید ساختار حقوقی اسلامی تر بشه، نظامات اجتماعی اسلامی تر بشن انشالله، عدالت اجتماعی به اون صورتی که اسلام میخواد جا بیفته. مقام معظم رهبری فرمود ما به سوی دولت اسلامی حرکت میکنیم. الحمدلله ادعا کسی نداره تو مملکت ما، هیچ کی نمیتونه بگه من مسلمان 20 آخرشم. هر مشکلی هم ما تو کشورمون داریم ما رو نامسلمانی خودمونه، فاصله ای که داریم. انشالله هرچی مسلمان تر بشیم، هرچی مسئولین مسلمان تر عمل بکنن، هرچی نظامات و ساختارها اسلامی تر بشه وضع بهتر میشه، ما که ادعایی نداریم. اما تو آمریکا هم میگن ما به سوی دولت آزاد حرکت میکنیم، ما به سوی دولت دموکراتیک حرکت میکنیم، یا میگن ما دموکراتیک هستیم، ما مهد آزادی هستیم. اونجا که نمیگن، ما اینجا میگیم دشمنان اسلام نمیگذارن اسلامی بشیم، ضعفا و منافقین نمیذارن کشور اسلامی بشه، انشالله دستاشونو ببریم اسلامی بشیم. تو آمریکا هم میگن که مثلا ایران نمیگذاره ما دموکراتیک بشیم، آمریکا میگه دشمنان نمیذارن ما دموکراسی بشیم. نه دیگه، آمریکا ته دموکراسیه، ته دموکراسی که نتیجهش این جنایت هاست. پس تمام مرگ بر آمریکا هم ترجمهش میشه مرگ بر همین دموکراسی. خب دموکراسی چه مرگشه که آمریکا نمیتونه اجرا کنه؟ همینه دیگه دموکراسی. هیچ احمقی تو دنیا بلند نمیشه بگه دموکراسی خودش خوبه، آمریکا درست اجرا نکرده. خب آمریکا چرا درست اجرا نکرده؟ چه مرضی در دموکراسی هست که نمیشه درست اجراش کرد؟ درستش چیه؟ خیالات درست میکنی برای خودت؟ درست نداره اصلا. دموکراسی همینه، دموکراسی همینه که به رأی مردم آمریکا 5,000,000 صهیونیست مسلط بر آمریکا باشن. این دموکراسی دیگه. کدام احمقی میگه که تا حالا گفته تو عالم که آمریکا فعلا هنوز نتونسته دموکراسی رو پیاده بکنه؟ کی میگه اینو؟ خب همینه دیگه، دموکراسی اینه دیگه، آخرشه. منتظر چی هستی؟ چه اتفاقی بعدش باید بیفته؟ خب این جنایت ها از تو دل دموکراسی در میاد. اینو که از قدیم هر عاقل و هوشمندی نگاه میکرد میفهمید. وقتی قدیم از منظر دموکراسی میخواستن ولایت فقیه رو نقد کنن، حالا دیگه از منظر دموکراسی وجود نداره. آقا چقدر دموکراتیکه؟ ما اصلا ننگ میدونیم دموکراسی رو. ما دموکراسی چی حرفشون ازن؟ دموکراسی یعنی حکومت مطلقه دیکتاتوری باندها و نفوذهای پشت پرده. یه بار مقام معظم رهبری میفرمودن که بعضیا دنبال ولایت مطلقه احزاب هستن. صورت احزابش سازماندهی شده است، صورت لابی های پشت پرده و مافیاییش هم که به صورت سازماندهی نشده همون دیکتاتوریه. فرق چه فرق میکنه؟ دیکتاتوری یه فرد با دیکتاتوری یک گروه خاص چه فرقی درش هست؟ چند جور میشه جوامع بشری اداره بشن؟ یا یه گروه خاص به بقیه زور بگن که میشه دیکتاتوری؟ چه به صورت دموکراسی پنهان، چه به صورت دیکتاتوری آشکار
مثلا کشور عربستان سعودی، مثل اردن، حالا یک کمی خوبتر عمل بکنن یا یک کمی بدتر عمل بکنن، بالاخره مدل حکومت اینه. یه مدل، یه مدل دیگه هم که خیالیه، تو هواست، مردم بر خودشون حکومت بکنن، اصلا امکان نداره. خواهش میکنم روی این موضوع دوستان فکر بکنن. ما تا این مسئله رو تو جهان جان اندازیم، آقا امام زمان نمیان. آقا امام زمان علیه السلام فرجشون بعد از یأسه. یأس یعنی چی؟ جا افتادن، همین حرف، همین حرف. یأس یعنی هیچ راهی وجود نداره برای زندگی کردن جز ولایت. یأس یعنی این، هیچ راهی برای سعادت وجود نداره. مردم اروپا باید به یأس برسن، مردم آمریکا باید به یأس برسن، دانشمندان جهان باید به یأس برسن. نگن آخرین راه دموکراسیه، بگن دموکراسی هم آخرین راه نیست، دیگه راهی نداریم. بعد اینجا یه مملکت اسلامی ولایی، مقام معظم رهبری فرمودن نگید دموکراسی اسلامی، اصلا اینجا دموکراسی نیست، مردم سالاری اسلامی بگید، مردم سالاری دینی بگید. مردم سالاری با دموکراسی فرق میکنه، حالا تفاوتش خیلی زیباست، باید این کلمات شما اصلا از حفظ کنیم. آخه بعضی ها فکر میکنن که ما یه مدل حکومت و زندگی داریم اینجا برای خودمون ولایی، مدل های دیگه هم هست تو جهان. نه آقا، مدل های دیگه همش بدبختیه. اگر تو مدل های دیگه یه معتقد باشی هست تو جهان که درسته دارن زندگی میکنن و ما به خاطر اسلام این مدل رو انتخاب کردیم، چند تا بدبختی سرمون میاد اگه اینجوری فکر کنی. یکی این که وقتی ولایی عمل کنی منت میذاری سر خدا، خدا ببین ما به خاطر امر تو ولایی عمل کردیم. دوم این که گاهی از اوقات هوس میکنی که غیر ولایی عمل بکنی، میگه آقا مگه مردم دیگه دنیا مردن که ولایی عمل نکردن. سوم این که سخت نمیگیری با کسی که غیر ولایی عمل بکنه. غیر ولایی عمل بکنی، یکی از دوستان کاغذ نوشته بود، شما گفتید حضرت امام فرموده هر کسی حکم شورای نگهبان رو نپذیره مفسد فل ارض، مفسد فل ارض یعنی اعدام. این شبیه دیکتاتوری نمیشه؟ البته خب این سوالی کمی عجولانه است، روزهای بعد رو بحث ها رو کم کم بشنوه معلوم میشه که چقدر فرق میکنه، ولی من به شما یه مطلبی میخوام عرض بکنم. کسی جامعه رو نابود بکنه حکمش اعدام هست یا نه؟ شیرازی جامعه رو از هم بپاشه حکمش اعدام هست یا نه؟ کسی خیانت به یک ملت بکنه، یه ملتی غارت بشن نابود بشن، حکمش اعدام هست یا نه؟ بحث شورای نگهبان نیست، حتی بحث ولایت هم نیست. الان در این نگاه عقلانی که داریم بحث جامعه است. جامعه جز با ولایت ثبات پیدا نمی کنه، ضد ولایت ضد جامعه است، ضد مردمه، دشمن مردمه، دشمن مردمه. شما میدید راهزنی که سر گردن از شمشیر میکشه تهدید میکنه جان مردم و پولشون رو بگیره امنیت رو برداره، حکمش در جا اعدامه. اخیرا هم قوه قضاییه شنیدم یه بحثی کرده که کمتر از یک ماه سارق مسلح اصلا حکمش اعدامه، امنیت جامعه رو از بین برده. شما برگرد اینو توضیح بده، آیا بدون ولایت میشه جامعه رو اداره کرد یا نه؟ اصلا اسلام میذاریم کنار، امنیت پدید میاد یا نه؟ تو آمریکا امنیت پدید اومده؟ تو انگلستان امنیت پدید اومده؟ مردم الان تو آمریکا سخت‌تر از زمانی که عراقی‌ها زمان صدام زندگی می‌کردن زندگی می‌کنن.
راه حل برای زندگی اجتماعی چیه؟ آقا ما نباید عصر حجری با هم صحبت کنیم، عصر قجری با هم حرف بزنیم. امر ولایت یه امر عقلانیه، اصلا ولایت رو میگذاریم کنار، چجوری زندگی کنیم؟ دموکراسی، دموکراسی که تقش در اومده، میخوای بریم سمت دیکتاتوری؟ چرا اجازه بدیم به دیکتاتوری؟ یه کسی بیاد از خودش پادشاه بشه به ما زور بگه، خب بس چیکارت بکنیم؟ کلاهتو قاضی کن. اگر فکر میکنی که راهی جز ولایت وجود داره، این تصور تو مانع ظهور آقا امام زمان علیه السلام، چون تصور غلطیه، چون خیلی احمقانه است. امام زمان برای این همه همقا نمیاد، با این همه حماقت نمیاد. میفرماد بذار عقل بشر برسه بعدن بیه. خدا نمیذاره. میفرماد یعنی که چی؟ دوباره مهدی خودم رو بفرستم با کیا شروع کنه جر و بحث کردن؟ دوباره بعضیا شروع کنن گربه رقصوندن، بازی در آوردن. نمیخواد مهدی من، عزیز من، نمیخواد بیه. بذار ببینیم چی میشه این تای مردم، تای تاریخ مردم چی میشه. غربی ها خودشون میگن دموکراسی پایان تاریخه، یعنی دیگه هیچ فرض دیگه ای امکان نداره. خب حق پایان تاریخ هم که در اومده، چرا بعضی ها نمیخوان اینو بفهمن؟ چرا بعضی ها نمیخوان نظام ولایی رو درست بشناسن؟ چرا نمیخوان؟ منت سر دین نگذاریم، قیافه برای دین نگیریم. میخوایم نگاه بکنیم به بعد عقلانی نظام ولایی، بدون کتاب، بدون وحی و نبوت، بدون روایت و حدیث، بدون بحث حق ائمه و خدا علیهم السلام بر ما، بدون فرج و فیها الی روات احادیثنا، اصلا اینا رو میذاریم کنار. بالاخره عقل که داریم که، ای بابا، بعضی از احکام هستن تعبدی هستن، راه نداره عقل بیاد وسط. مثل چی؟ دو رکعت بودن نماز صبح، چهار رکعت بودن نماز ظهر. بحث عقلانی مو کردیم بالا منبر در مورد اونا، اون که بحث نداره که. خب خدا گفته چش، کسی هم سرش دعوا نداره. اما ولایت این مسئله عقلانیه. بعد شما بخواید عقلانی بودن این رو ثابت بکنید، اولین کاری که میتونید بکنید راه 100 ساله رو یک شب طی بکنید اینه که نفی کنی شیوه های دیگه حکومت رو و آفاتی که اونا دارن. و بعد خود شما تا فردا رو این موضوع فکر کن، ولایت چه مقدار از آفات مدل دموکراسی و مدل دیکتاتوری رو از بین برده. وقت دیگه دانشمندان غربی هم اینو بهشون بگید، من اینو تو کشورهای غربی امتحان کردم ها، رفتم پیش ضد انقلاب ها با نامسلمون ها، میگم آقا ما یه مدل اینجوری داریم، چطوره؟ نمیتونن پاسخ بدن، نمیتونن علیهش حرف بزنن، معلومه بهتر از دموکراسیه. یه ضرورت حیاتیه. اگر شما جا بندازی عقلانیت ولایت رو، اون وقت کسی بخواد با ولایت در بیفته در اوج حماقت قرار میگیره، در اوج بیشعوری قرار خواهد گرفت. اصلا جایی برای این بحثا نمیمونه که آیا ولی فقیه معصومن که بر ما حکم کنن. اصلا ما به عصمت کاری نداریم، ما اصلا به خدا و پیغمبر کاری نداریم. تو بخواد جامعه رو نابود بکنی به چه بهونه ای؟ نکنه ما الان باید برده بشیم، نابود بشیم، از بین بریم، میلیون ها نفوس به قتل برسن تا امام معصوم بیاد؟ امیرالمؤمنینه که میفرماد جامعه رئیس میخواد. میشه جامعه هرج و مرج باشه؟ خب شما بگو چجوری رئیس باید باشه؟ انسان با تقوا باشه بهتره یا بی تقوا باشه؟ عالم باشه بهتره یا عالم نباشه؟ بریم جلو ریز مسائل رو سوال بکنیم، چگونه باید با این آقا برخورد کرد که میخواد ریاست جامعه معقول منطقی اسلامی رو
داشته باشه تا امام زمان علیه السلام بیاد. بدیهیات مسئله ولایت اینقدر عقلانیه. اگر شما عقلانی بودن ولایت رو بتونید برای خودتون اثبات بکنید، اتفاق مبارکی خواهد افتاد. این خواهد بود: آداب ولایت مداری فراگیر میشه. الان هیچ انسان نادانی حاضر نیست جلو همه از چراغ قرمز رد بشه. پلیس یا راحت یقش رو میگیره، وای ننه من غریبم بازی هم نمیتونه در بیاره، آی پلیس منو گرفت، خب بابا نگاه چرا قرمز رد شدی، شهر رو مختل کردی. یه امر عقلانیه چرا قرمز. حالا شما بگو که چرا قرمز حکم خداست. میگه حالا من نخوام خدا رو بپرستم چجوری میشه؟ حالا بلم کن، اصلا کی گفته حکم خداست؟ بحث، جدل، ترافیک، همه جا بسته، این 16 رو میخوای متقاعد بکنی که بابا چراغ قرمز حکم خداست؟ بشین سر جاد دیگه، این شهر بسته میشه. این مقدار که دیگه به خدا پیغمبر نیاز نداریم که. یه مسئله عقلانیه. آقا من چرا شما رو دارم دعوت میکنم به عقل برای بحث ولایت؟ یکی به این دلیل که امام صادق علیه السلام فرمود آخرالزمان کسانی میان که حرفهای ما رو از روی عقل میپذیرند. به اطرافیان خودش فرمود شما از روی تعبد میپذیرید، اونا رو عقل میفهمن و میپذیرن. آخرالزمان عقل بشر رشد میکنه، تازه آقا و مولامون بیان دست میکشن رو سر انسانها، رو سر مؤمنین، عقلشون افزایش پیدا میکنه. یکی به این دلیل، یکی دیگه هم به این دلیل که ما باید ولایت رو امر جهانی بکنیم. اصلا ولایت پدیده جهانیه، اصلا همه دنیا باید ولایت داره بشن. ما مدعی هستیم. چرا آمریکا و فرانسه و انگلیس ولایت داره نمیشن؟ باید شما جوانا جرأت کنید، برید مقاله بنویسید، بگید اگه شما هم ولایی اداره می شدید احزابتون هر جنایتی نمی کردن، مملکت در اختیار صهیونیست های حد اقلی نبود. شما هم اگه ولایی بودید باید هوس ولایت رو بندازید تو دلشون. باید بگن خب حالا ما ولی از کجا پیدا کنیم؟ بگید ما ولی داریم برای شما، شما رو هم اداره می کنیم، ناراحت نباش، ولی یه دونه برای عالم بسه. الان داریم خاورمیانه رو کم کم اداره میکنیم تا دق کنن اونایی که ناراحتن. جا میندازیم. ما مسئله ولایت رو باید بین المللی کنیم. دارم بین المللی میشه، اصلا کسی نمیتونه جلوشو بگیره. به خدا آدم نمیتونه از جزئیات خبر بده. از جزئیات نمیشه خبر داد تو مسائل سیاسی بین‌المللی چه اتفاقی داره میفته. الان ولایت ما داره بین‌المللی عمل میکنه، همین الان. چند تا فائده گفتیم برای خدمت سروران خودمون عرض کردیم برای اینکه باید عقلانی به مسئله ولایت نگاه کرد. از اول تا حالا فهرست بکنیم. یکی این که کسی ولایی عمل بکنه دیگه منت سر اسلام نمیگذاره، خیلی عقلانی به نفعته. دوزار الحمدلله عقل و شعور داشتی، از خدا هم باید تشکر کنی این راه رو طول پاد گذاشتی که نجات پیدا کنی بتونی نفس بکشی. دوم این که در مقام تخطی کردن نسبت به ولایت میشه اون کسانی که نسبت به ولایت نامردی میکنن، زیرابی میخوان بزنن، میشه گردنشون راحت شکست. در عالم منطق ها، نه در عالم فیزیک، گردن اونا ارزش شکستن نداره. یعنی کسی به این راحتی نمیتونه ضد ولایت عمل بکنه، اصلا نمیتونه ضد ولایت عمل بکنه، چون فوق العاده عقلانیه. آداب ولایت مداری خودشون رو نشون میدن و در جامعه استحکام پیدا میکنن. اثر دیگرش اینه که
اقتدار جامعه به اقتدار منطقی و عقلانی ولایت افزایش پیدا میکنه، تو جهان با دشمنانمون راحتتر برخورد میکنیم. اثر دیگرش اینه که بین المللی میکنیم و اینجوری مقدمه ظهور آقای امام زمان علیه السلام فراهم میکنیم. مگه مدل لباس هر کی یه رنگ خوشش بیاد که هر جامعه تصمیم بگیره یه جور حکومت داشته باشه؟ مگه امکان داره؟ ما انقدر منطقمون در ارتباط با ولایت قویه که میبینی که اونها دارن چی کار میکنن، دارن خودشون تیکه پاره میکنن، دارن خودشون نابود میکنن، جلوی این منطق رو بگیرن و نمیشه جلوشو گرفت. و برای این که به عقلانی بودن ولایت بخوای برسی، قدم اول اینه که غیر عقلانی بودن روشهای دیگه حکومت رو برای خودت جا انداخته باشی. فردا جمعه است، شما صبح میتونید تفسیر المیزان رو درباره دموکراسی نظر علامه طباطبایی رو بخونید. پیش نیاز گپ و گفت ما توی هیئت، وقتی فکر عمیق باشه ذکرم عمیق خواهد شد، حال هم عمیق خواهد شد. یا ابا عبدالله، برای چی کشته شدی تو؟ حرفهای روشنی رو میخواستی به مردم زمانه خودت بزنی، نپذیرفتن. این حرفهای روشن رو برای ما باقی گذاشتی. ما واقعا ازت تشکر میکنیم. اگر حسین نبود همه این راهنمایی ها از بین رفته بود. قبول دارید مردم یا نه؟ قبول دارن همه آقایون؟ بله. اگر حسین نبود اثری از اسلام باقی نبود. ببینیم خود امام حسین هم این نظر موافقه. از خود امام حسین بپرسیم، من اعتقادم اینه، به خدا قسم امام حسین میفرماد فقط قصه من نیستم، اگر زینبم هم نبود چیزی باقی نمیموند از من، چه برسه به اسلام. بریم محضر زینب کبرا. بیبی جان، شما هم نظرتون همین هست، شما علم و بیرق حسین رو بعد از کربلا به دوش کشیدی و الا از حسین اثری باقی نمیماند. نابود میکردن اثر حسین رو. حتی شما این رو به زینب کبرا عرضه بدارید، خانم خواهند فرمود که نگو فقط قصه من نیست، اگر 3 سالی خرابه شام نبود درست علم به دوش من بود، ولی من در آغوشم 3 سال از حسین داشتم، علم رو به دست او داده بودم. چه نقشی اینا داشتن تو کربلا بچه های ابا عبدالله الحسین؟ فقط خدا میدونه. شما باید شام رو بشناسید. نمیدونم از تاریخ شام چی برای شما بگم. امام زین‌العابدین وقتی فرمود من پسر پیغمبرم، من پسر نوه پیغمبرم، مردم شام گفتن مگه هچ‌پچ کردن؟ گفتن مگه پیغمبر غیر از معاویه هم فامیل دیگه‌ای هم داره؟ اونجا نفوذ کرد. امیرالمؤمنین اومد بره در صفین، نشد. امام حسن لشکر جمع کرد در بد و حرکت، همه چی از بین رفت. امام حسین مردم کوفه به شهادتش رسوندن، نذاشتن حرکت بکنه. شام شده یه دژ تسخیر ناپذیر به واسطه دیکتاتوری برخی ملعونین که بگذریم. شام یه همچی جاییه. شام مثل نقل و نبات راحت لعن و ناسزا و نفرین به علی ابن ابی طالب و امیرالمؤمنین میکنن. زبانم لا لا. شام یه همچی جاییه. حسین فاطمه میخواد شام رو فتح بکنه. شام بگم کجاست؟ از امام زین العابدین پرسیدن تو همه این مصیبت هایی که شما کشیدید، کربلا و کوفه و شام، کجا از همه بیشتر به شما سخت گذشت؟ فرمود امان از شام، امان از شام. شام یه همچی جاییه. رقیه جان اینجا دیگه کارت کنه.
جان نه از بانوی قد خمیده زینب کلا نه از سر و فرده یا حسین اینجا فقط کار تو این صدای نحیفی که از مشکل خراب بلند شد من بابا رو میخوام این قدر این هر استقلالی منطقی با نفوذ و اثر گذار بود این حرف خیلی ساده و اثر گذار من بابا رو میخوام میومدن آرامشون کنن امه سادار، مادرش، دیگران میگم من بابا میخوام تا میگم من بابا میخوام اینا میزدن زیر گریه در میکشتن یک ماه حدودن گریه نکردن بغضه ها رو نگه داشتن روغن یه بهانه شد همه شیون بزنن یک ماه من بابامو میخوام نوبت عملیات منه رمز عملیات و الان بابام باید در گوشم تو خواب بهم گفت گفتم بابا دلم برای تنگ شده گفت چرا داد نمیزنی دختر ساله اینقدری میشه نگاه کنید دستشو ببینید دستشو ببینید چه علنگوهای خوشگی میزنه علنگوهاشو ببینید سادات ها دختر فاطمه هست دستشو بیار مؤسسه عصر بیان معنوی آدرس فروشگاه تهران میدان انقلاب
زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.